درود و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، با یک بسته تازه خبری دیگر از چینل دری میدیا خوش آمدید. عبدالحمید خراسانی شماری از هواداران احمد شاه مسعود را لندغر خوانده و از شکست آنها ابراز شادمانی کرده است. در همین حال از بغلان خبر می رسد که 214 تن کشته و زخمی شدند. همزمان با این قاری فصیح الدین فطرت از جلب و جذب 340 پنجشیری و بغلانی در ارتش امارت اسلامی خبر داده است. همچنین شماری از منابع از پنجشیر می گویند که نظامیان طالبان روند بیرون کردن خانواده هایشان را از پنجشیر آغاز کردند. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور احمد شاه مسعود را وطن دوست و آزادی خواه خوانده است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان خبر داده که 340 جوان از ولسوالی‌های مختلف ولایت پنجشیر و بغلان در صفوف ارتش طالبان استخدام شدند. مولوی فصیح الدین فطرت هدف از استخدام این جوانان را حفظ نظام اسلامی خوانده و گفته که آنها به یک مرکز آموزشی طالبان معرفی شدند. که از وجیبه های خود این را می داند که سرزمین افغانستان و این نظام اسلامی حمایت کامل بکند. محمد آقا حکیم والی طالبان در پنجشیر نیز گفته است که طالبان می خواهد در آینده نزدیک از این ولایت 2000 نفر را در صفوف طالبان استخدام کند. همزمان با این منابع محلی در پنجشیر می گویند که اعضای طالبان خانواده هایشان را از بخش های این ولایت بیرون کردند. و گفته منابع این روند از چند به این سو در بخش های از پنجشیر به ویژه ولسوالی های روخه و عنابه آغاز شده است. و گفته منابع روند تخلیه خانه های مسکونی در این ولایت به دستور رهبر طالبان آغاز شده است. برخی منابع دیگر گفتند که روند تخلیه خانه های مسکونی در پنجشیر به دلیل سردی هوا آغاز شده است. مقامات رسمی امارت اسلامی در پنجشیر اما تاکنون این موضوع را رد و یا تایید نکردند. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور را تسلیت گفته است. با گفته کرزی احمد شاه مسعود یک افغان وطن دوست بود و پیوسته برای آزادی وطن به مبارزه پرداخت. دوستش داریم به خاطر که وطن دوست بود. دوستش داریم به خاطر که گفته بود که یک بلست خاک افغانستان پیشین باشه، ماندنی والایش نیست. آقای کرزی علاوه کرده که شیوه مبارزه، حضور همیشگی در میان مردم و هنر بسیج آنها مسعود را چهره شاخص جهاد افغانستان ساخت. همزمان با این عبدالحمید خراسانی رئیس قطعه بدری طالبان شماری از پیروان احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و حامیان وی را شر و لندغر خوانده است. وی افزوده است که شماری از این لندغرها در تاریخ 18 سنباله هر سال به کوچه و بازار می آمدن و از هیچ نوزم و جفا در حق مردم عادی کشور دریغ نمی کردن. خراسانی بار دیگر از تسلط دوباره امارت اسلامی ابراز خوشحالی کرده و گفته است که با حاکمیت طالبان بر کشور این چنین لندغری ها و بیبندوباری ها خاتمه یافته است. اینجا نظام اسلامی است. خودسری و بکشی و بر هیچ گونه اجازه نیست، بر هیچ کسی و هیچ کس حق نداره. خراسانی میگوید که قهرمان واقعی مردم افغانستان مولوی سراج الدین حقانی وزیر داخله است. وی میافزاید که به جز وی بقیه لیاقت لقب قهرمان ملی را ندارد. همچنین مقام های وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان مدعی شده است که پس از تسلط دوباره آنان بر افغانستان منازعات میان اقوام کشور کاهش یافته است. این وزارت روز یک شنبه 18 سنباله گفته است که در یک سال گذشته 304 گرد همایی و 525 نشست را به هدف حل منازعات میان اقوام در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده است. این وزارت افزوده که به کوچی ها نیز کمک کرده و به گفته مقامات این وزارت فامیل های کوچی ها در ولایت های بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، تخار، بغلان،
بدخشان، ننگرهار، قندهار، هلمند، پکتیا، اروزگان، بامیان، کنر و میدان وردک کمک های نقدی و غیر نقدی صورت گرفته و 100 کلینیک سیاف و 11 کلینیک ثابت برای معالجه کوچه ها کار میکند. در همین حال شیر احمد برهانی سخنگوی فرماندهی پلیس بغلان میگوید که در پی وقوع 44 رویداد ترافیکی در 6 ماه گذشته در این ولایت 77 تن جان باخته و نزدیک به 130 تن دیگر زخمی شدند. با گفته وی 14 کودک و 12 زن شامل جان باختگان این رویدادها هستند. وی افزوده است که در مجموع یعنی همه کشته شدگان و زخمی ها تعداد 214 نفر را تشکیل می دهند. و زخمی هایش 127 نفر است که مجموع حادثه ترافیکی شهید و زخمی در ولایت بغلان به 214 نفر می رسد. همچنین منابع محلی در خوست می گویند که در پی درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی در این ولایت یک عضو طالبان کشته شده و 4 نظامی دیگر زخمی شدند. شماری از نظامیان طالبان می گویند که انتقام خواهند گرفت. در همین حال طالبان می گویند که بعد دنبال درگیری شب گذشته میان طالبان و نیروهای پاکستانی، مولوی محبوب شاه قاند معاون والی خوست به مناطق سرحدی ولسوالی زازه میدان سفر نموده و با نیروهای امنیتی و باشندگان این مناطق در مورد وضعیت در سرحد با پاکستان گفتگو کرده است. بر اساس یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی مقام ولایت خوست، قاند خطاب به نیروهای امنیتی گفت که باید متوجه و هوشیار بوده و به هیچ کس اجازه تجاوز به خاک افغانستان را ندهند. همچنین صادرات نفت از قرقیزستان به افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به گونه چشمگیری افزایش یافته است. با گفته منابع از ماه جون تا جولای سال 2024 3700 تن نفت از قرقیزستان به افغانستان زیر سلطه طالبان وارد شده است. بر اساس گزارش صادرات نفت قرقیزستان به کشور در زمان مشابه سال گذشته میلادی حدود 500 تن بوده است. طبق گزارش این مقدار نفت در شمال و مرکز افغانستان به فروش رسیده است. در همین حال وزارت امر به معروف طالبان خبر داد که محتسبان این وزارت در نیمروز به مردم این ولایت گفتند که در هنگام نماز کار خود را تعطیل کنند. آنان افزودند که تعطیلی کار در هنگام نماز امر الهی است. محتسبان این وزارت به مردم نیمروز گفتند که باید در نماز جماعت حضور داشته باشند و سر و صورت خود را طبق شریعت اسلام اصلاح کنند. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدم. از این که تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.